السلام علیکم و رحمت الله و برکات و امید همه شما خوبان صحت سلامت بوده و از آفیت و کامل برخوردار باشین قایده ها پشت هم تکرار شده میره و در سای دلچسب و جذاب است مطمئنا که هر انسان میخواه که پیشرفت کنه روز بر روز در سای جدید رویت میگیرین شایدی را هم هیچگاه نشنیده, نشنیده باشین ای که بشنوه انسان و تکرار کنه در سای آسان و خوب است که به قرآن کریم زیاد کش یعنی کمک میکنه ما را که درست یاد بگیریم پس میرسیم به قایده سی و پنجام حرف ساکن قبل از تشدید در هجا روان خوانده شود یعنی حرف های ساکن قبل از تشدید حرفی که ساکن باشه پیش از تشدید آمده باشه در هجا و روان خوانده نمی شود هم در حالت که هج... هجا می و یا هیجیگی به زبان آمیانه می گیم اونجا خوانده نمی و هم در حالت که روان و یا مور روان می اونجا هم خوانده نمی دقت می در مثال ها پس می که گپ از چی قرار است همزه چون در اول کلمه ما می فهم کلف آمد الف و الف گفته نمیشه چون حرکت داره همزه گفته میشه. همزه ضاد زیر اید... داد سقیل خوانده میشه اما تکان نه نک... در مخرج خود باید حرکت پیدا نکنه ما از حروف قلقله پنج حرف خوانده بودیم قطب جد پس ضاد از او حروف نیست سقیل بخوانیم اما مانند دال قلقله تکان نتیم ال... ال... دو طرف دهن ما میفهمیم که زبان ما کناره های زبان به شدت به دندهان ها میچسبه ال... ال... و صدا هم ادامه می داشته باشه را بازی ریب اینجا متوجه شده باشین که دو با است وقتی میگیم اینجا که داد ما ساکن است ریب اینجا ساکن است اما بعد از این بای مشدد آمده ما فکر میکنیم ایرا را, را بای با با میخوانیم برعکس ما گفتیم هرگاه قبل از مشدد ساکن بیاید. ای در حالت وصل و یا هجا خوانده نمیشه یعنی آسان هرگاه ساکن بود بعد از ساکن حرف مشدد آمد امو ساکن خوانده نمیشه ای حرف ما نمیخوانیم به جای زوبی را میخوانیم چونی دو هر دویش با است ما فکر میکنیم که ما همی بار خواندیم در حال که ای با خوانده نمیشه در بعض جایی که در بعض جای دیگه که ها مشابه نیستن بیشتر باز ما متوجه میشیم که باید حرف ساکن خوانده نشه حرف تشدیددار خوانده شوه همزه ضاد زیر ایل را ب زیر ریب چون میفهمیم که ساکن است اما بعد ساکن مشدد ما ساکن نخواندیم پس باید اول که ساکن بود خوانده نشد باید دوم چون مشدد است به قوت میخوانیم را ب زیر ریب رب خوب با قوت با زیر بی چون با مشدد داشت دیگه دو بار خوانده میشد تشدید دو بار میشه حرفش بعين زبرعه اضرب باع صوت الف مات زبص كف زبركه اضرب عصاك خبث قيل دوت ميخنم اضرب رب چون امرای با تشدید داره قوت با تشدید خوانده میشه اضرب بعصاك وقت وقف میکنیم معلوم دار كهر هر فاخير ما ساكن میشه اضرب بعصاك ما گفته بودیم بعد از حرف مد حرف بعدی که اگر ما ساکنش کنیم باز وقف کنیم طولانی تر که ما یعنی که وقف طولانی میکنیم یعنی مده که میگیریم طولانی تر اضرب بعصاك کاف بسیار خفیف صدایش میبرایه مثل قلقه نشه بعصاك نه خیر بعصاك چون اگر صفت کاف که اندک صدایش باید برای دادن دادنش پس حرف از بین میره این متوجه باشین که بی ساک... کس نمی فهمه چی گفتم اما وقتی میگیم بی ساک... اندک صدای کاف باید فهمیده شد کدام حرف شما تلفظ کردین قاف زبر قاف می بینیم که بعد از قاف دار آمده ساکن است ساکن خوانده نمیشه چون بعد از ساکن پس مشدد آمده قاف امرای دال دوم خوانده میشه قاف دل زبر قد قد دل زبر ده قد ده خا زبر خا قد خ لم و اومد پیش لو قد ده بازم همزه ذال اول نمیخونین ذال اول ساکن ذال دوم مشدد است همزه ذال زیر اذ ذا زبر ذا إذ ذا ها زبر ها ذا با زبر با ذا وقفا إذ ذا ها با, با وذال زبر وذ ود... اینجا ما وقتی میگیم وذ نرم میخونیم اما پیشتر چون حرف تشدید داره خوندیم سقیل خوندیم وذ کف را رای ساکن است خوانده نمیشه رای دوم به شدت میخونیم واو زبر زبرواز كاف كر كر بقوات ميخانيم رَبَّ را زبر رب رب واذكر رب با كف كَفْ زبر ك واذكر ربك وقفا واذكر ربك ربك عندك كَفْ ادا شد حرف بعدي كي باید یک جای بخوانیم زبر يجي. چون جیم میفهمیم قل خلا میشه یج عین لام زبر عل. عل لام میبینیم لام اول که ساکن است نمیشه لام دوم خوانده میشه اگر نی باید موقع به قوت نمی خوندیم میگفتیم اما مال میگیم یجعل عل لا هو وقفا ها یعنی ها, ها ساکن میشه باز های که جب افیش دوره با ساکن میخوانیم یجعل الله یجعل الله حمزه و او زبر او بوزم عین گپ اس که و ساکن خواندنه مشه و مشدده میخوانیم او ز زبر ز نون و مت پیش نو او وزنوه ها من پیش هم او وزنوهم چون ساکن است د عین سرعت وقفش هم میشه حرف بعد كلمة بعدی رو میخوانیم یدل پیش یود را کف كف... میبینیم کاف اول خوانده نمیشه ساکن کاف دو را کف زیر ریک رك... ریک به قوت کف میم کم یود قلقله یود ریک کم ف زبر ف لما لف مد زبر لا فلا یا پیش یوس را امرای فای دوم خوانده میشه چون فای اول ساکن است فای دوم مشدد قایدمی بود که ساکن خوانده نمیشد حرف مشدد خوانده میشد را فزیر رف فلم زیر فلا یوس رف فیل قافت زبر قط لی فلا یوس فیل قط لی وقفن لم چون کسی را داره ساکن مبدل میشه فلا يسرف في القتل قتل تو ساکن پشت هم اگر چی کم مشکل است اما باید در دوش داشته فی القتل ميم ها زبر به شدت میخونیم مه اینجا که دو حرف متفاوت هست خوب دقت کنین میفهمین که حرف ساکن خوانده نمیشه مشدد خوانده میشه ها را باید کمرای دال می اما چون بعد از دال حرف مشدد دار آمده پس دال خوانده نمیشه. ه پیش هد تا پیش تو مهت تو وقفن مه هد مه هد ها را به شدت می و زبر و جیم ت زبر جت اینجا دیگه فامیدین قایده چیست؟ دال خواندنش نشد ساکن داره تا مشدد داره خانده میشه. وجدت من بيشتم وجدتم قاف الف مات زبر قا لم تا يا اول خواندنا مش تا دوم از خواندا مشه لم تا زبر لط لط قا لط طا الف زبر طا قا لط همزه زير اي قال طائی ما بعضا حروف را جدا جدا وقتی که هجا میکنیم پس بر تا به خاطر بخاطر میگم که دقت کنین هر حرف وقت میخوانید چگونه باز او را ادایش کنین یعنی مثلا هج... هجا میخوانید چگونه روان بخوانید یکی جدا جدا خوانده میشه به صحبتان موثر تمام میشه همزازی ای فضا بر فتا دو پیشتون قالت ایفتون ما خوانده بودیم هرگاه بعد از حرف مد همزه و یا سکون گفته بودیم که بسیار قایده آسان که قرار بگیره ما حرف های مد های متفاوت داشتیم که متصل و منفصل اینجا مد چی میشه؟ کسایی که آنه در سای قبل مرور کردن و انسان های زکی و رو بودن متوجه شدن قایده در حافظه است و این زودتر جواب میتن آفرین به کسایی که دقت کردن و تانستن جواب بتن که اینجا مد متصل میشه ما از شکلش هم گفته بودیم شکل متصل مد که متصل و یا چسبیده است با هم یک جای است زخیم است میبینیم بالای الف ما چه قسم یک مد زخیم آمده پس یه مد متصل است باید حداقل بالاتر از سه الف بخوانیم خوبتر ادا میشه و یا ما ایره قصر و یا کوتاه کرده نمیتونیم مانند مد منفصل وقفش هم میخوانیم بخاطر تا به ها مبدل میشه قال الطائفه حمزه را ذال نمیخوانیم ذال ساکن است ظا مشدد است همزه ظا زیر ایض ظا زبال ظا لمیم ظا لامیم زبال لم, لم. تامیم پیشتم ا ظلمتم کلمه بعدی یخ می فهمین که چون ساکن است وقفش شما این چیز است همزه را زیر ما اینجا می بینیم که را شکلش سبز است و یا رنگش به شکل سبز است چرا؟ به خاطر که اینجا امزه آرزی میگیم یعنی باید را پرداشه و اگر چیک که را کسره داره ما قبلش اما اینجا رو میخوانیم همزه را زیر ایر ایر پر میخوانیم کف میم زبر باره میبینیم که ساکن است نمیخوانیم می میم مشدد است میخوانیم ایر کم کم به مشدد میم زبر معین زبر عم معنون الیف مد زبر نه ایر کم معنه چون مشدد است گفته بودیم نون و میم مشدد اغنه نمیشه یعنی از دماغ یا خیش اومده یک سوت لذیذ و زیبای است کلمی بعدی ما همزه زبر علم میم زبر لم علم نون خا زبر نخ علم نخ لم امره قاف خوانده نمیشه کاف هم میبینیم مشدد است چون قاف اول میایه ساکنه است خوانده نمیشه کاف حرف بعدی ما تشدید داره خوانده میشه لم ق... لم کف پیش لک کف میم پیش کم علم نخ لک کم آن بعضایی که دقت کرده باشند در قرآن کریم سر میخوردن، بعضی قسم حرفا را می چیگونه ادا کنیم پس اینجا درست یاد گرفتیم چیگونه ادایش کنیم میم می که میم باید نون خوانده شوه؟ اما نون ساکن است لام مشدد سابقا می که شدت و یا حرف تشدیدار قوی است پس ضعیف یعنی ناتوان نمیتونه ظاهر شود پس تشدید قوی است غالب میشه اینجا هم امتی یک چیز در نظر می گیریم که ساکن قوی تر نیست تشدید قوی است ساکن نمی بانه. خودش ادا می شا. میم لم زیر میل لم زبر ل د دل نون پیش دون میل ها پیش هو میل هو میل به قوت خواندیم ل هو ما خوانده بودیم که نون ساکن چندین حکم داره چهار حکم داره حالا اگر کسایی که دقت کرده باشند احکام از سابق یاد گرفته باشند پس می‌فهمند. بعد از نون ساکن ها بیاید چی میشه ما تشریح کرده بودیم هرگاه بعد از نون ساکن و یا تنوین حروف حلقی بیاید ها از حروف حلقی است پس اینجا چی میشه؟ اظهار واضح ادا میشه قاف هم لام حرف بعدی مشدد است میخوانیم قاف را پیش قر را زبر رب به زیر بی قر رب بی وقفا قر رب باره هم به تشدید میخوانیم این بود درس بعدی ما تا درس آینده بلای منان میسپارم شما را